با هم دوباره به همه دوستان شما عزیز بازم با هم یک از بعد می ادامه میدیم ان سال خوبی باشه برای تمام اسرائیل دنیا و سال نجات و سلامتی اسم برنامه گذاشتیم راز سعود انسان ها همه میخوان سود داشته باشن به جای بالا برسن و بعضی وقت آدم دقیقا نمیدونه چجوری شروع کنه یا چه مانهایی جلو رو هستن دوباره تو به اون اینو یاد میده که چجوری میتونیم این راهو بگیریم و بریم جلو و به قول معروف موفق باشیم جمله که میارن درباره جمله خیلی معروفی که پاسخ میاره که این میسوائه که من تو دستور دادم این عجیب غریب نیست این نزدیک تو هست و اونجا تو میدراش میارن که اگه نفر بیاد بگه چجور من تو همه چیز رو تموم کنم به جایی نمیرسه بلکه آدم عاقل میاد کم کم میخونه و ادامه میده و برای هم چیزی سه تا مثالای مختلف سه جای مختلف وردن که با این سه تا مثاله میتونه انسان رو نگاه کنه که چجوری میتونه راهش رو تنظیم کنه البته سه تا مثال رو میاریم و بعدا روش توضیح میدیم اولش این از راف میگه اگه نفر جلوش یک انبوه پر از خاک است و اینا برای اینا رو خالی کنه این وقتی کوه بزرگ رو میبینه میگه اه چجوری من میتونم اینا رو تموم کنم میاد گیواپ میکنه و مایوس میشه میگه ولش کن نمیکنم ولی آدم عاقل میاد چکار میکنه یه سبد میگیره سطل میگیره هر روز دو تا سبد و دو تا اون سطل میگه و کم کم اینو خالی میکنه مثال دومی که میارن میگن که یک سبد نونی این میبینه آویزون بالای بالای خیلی بالا بالا پنجره میگه من چجوری دستم میرسه اینجا و اینو ول میکنه ولی در صورت که آدم عاقل میاد چکام کنه چوبا رو به هم دیگه وصل میکنه سه چهار تا چوب تا برسه بتونه اونو سبد رو بیاره پایین و این سبد رو میاره پایین مثال دیگه که میارن راب لوی توضیح میده که یه نفر میان مزدورش میکنن که سبدهای های مختلف و یه سبد هایی است که پر از خوراکی و میوه است که بعد به خودش بیاره این سبد سوراخ بوده و این طرف میگه چه فایده داره من بیارم این یواش یواش از توش میرزه بیرون من فایده نداره بیارم و آدم عاقل میگه به من چه کار من سبدی که بعد بیارم وظیفه‌م اینه که سبده رو بعد بیارم ای میارم دیگه شد شد این ست مثالی که هر بار سبدی بر روی سبد به مزد میدن و این ست مثالی است که میارن با بینیم از این مثال چی میخوام یاد بگیره و اینا تا مثال اصلای بسیار بسیار مهمی میدن که ازشون یاد چی درس که یاد بگیریم اینجوری شروع میکنه که انسان هست که میخواد میسپایی انجام بده مخصوصا خوندن تورا که میدونیم که تورا خیلی وسیع خیلی زیاده گماره ها علاقه ها تمام اینا میگه 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 ما من چجوری میتونم اینقدر اینا رو بخونم با وجودی که علاقه اینا داره میاد چیکار میکنه معیوس میشه میگه هر کدومش چند فصله بعضی فصلاش مثلا میگه میشنده کلیم سی تا فصل هر کشورم سخته من میدونم چجوری هم اینا رو بفهمم متوجه بشم پس که من از پس ور نمیام در صورت که اگه نگاه مثال اول بکنیم که طرف با این انبوه خاکا رو جمع کنه و تکون بده فقط هر روز دو تا سطل باید فکر کنه که من هر روز فقط دو تا رو ببرم طورم خوندن همجوری بگه هر روز من دو تا علاقه بیشترمون دو تا علاقه دو تا علاقه هر کی فقط, فقط فقط فکر دو علاقه باشه فکر تمام کتابه نباشه بگه من دو تا علاقه می خونم. دو تا چیز کوچیکشو می خونم هر روز اون دو تا ادامه بده 365 تا دو تا ببینید یه عالم میشه فقط فکر کنه من امروز دو تا می خونم. تموم شد و رفت اگه کنه معیوسی براش نمیاد میگه من وظیفم فقط دو تا بخونم این خیلی یکی از اصلای بزرگه اصل دوم اصل دوم که با وجود که نفر میگه و که من چون کم کم میخونم دو دوتا دو تا میخونم ولی چجوری من عمقش عمقش رو بفهمم خیلی عمیق فهمیدنش مشکله چجوری من مغزم به اونجا میکشه مثل کی میمونه مثل همون که یه نفر سبد سبد نونی هست از وز چیز هنگ شده بالا متصل شده بالا و نغزش نمیرسه اگه چوب چوب چوبا رو هم دیگه کنه کم 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 مغزش به اونجا میرسه و میتونه به عمیقش ببره این هم این مثال دومه که باباجی که شخص علاقه داره باباجی که میخواد کم کم انجام بده دو تا دو تا ساعت این در دو چیز دوم مثال دوم است که فکر نکن مغزت نمیرسه کم کم بذار رو هم دیگه کم 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 تیکه های کوچیکو به هم دیگه واسه کنی واسه کن کنی کنی به اون سبدی که میخوای به اون در... فهمی که میخوای میرسی به این میگن اعمال یعنی سعی کوشش کردن برای فهم که به این موضوع انسان باید سعی کنه و سعی بکنه و بعد در آخر بهش میرسه و این یه نوع واقعا بهش میگن تنبلی کردن که آدم سعی کوشش نکنه میگه من نمیفهمم من نمیفهم خودش رو میخواد مبرا کنه همونجور که یک مثال مثالی از از میشلی که طرف راهش میاد تو شهرش میگه من نمیرم تو شهر ایوان های درنده هستن و میگن بابا رابت اومده پشت در واسطه میگه من میترسم با سرده یه مثالی که از معروف خیلی میارم و به هر حال طرف به خاطر تنبلیش نمی رابش رو ببینه اینم مثل همین مونه که انسان نمیرسه مغزم نمیرسه و یک بهانه برای خودش میاره که بخواد از این کار خودش رو بزنه کنار این باعث میشه یک جروب پیشرفتش گرفته بشه بخواد خاطر که گفته که قارو باشه می گفته عشان که قارو به لخا اددوار تو این موضوع نزدیک به تو است می پی خوابو بخوا تو دهن تو تو زبان است انجام دادن که یکی از اینا برمیگرده به قول معروف کردن و برگشتن به با دهان انسان میتونه به چه جایی برسه همونجور که بدونیم تا دنیا دنیا بوده اسرالا تو خوندن سعی کردن فهمش رو به دست آوردن و این هم همون مثل اونا هم هر شخصی بین دورای قبلی خودش سختی کشیدن بدون پول بدون با سختی مختلفی که داشتن و تورا رو انجام دادن انجام دادن ما بعد نسبت به خودمون کم کم با سعی کردن و لیرو کم به کم کم به کم ذره به ذره تا برسیم به جایی که باید برسیم از لحاظ مالی از چیز دیگه ممکن انسان بعضی وقتا به جایی برسه بدون که خیلی سعی کاش کشش هم کنه پول از جایی جای, جای بیاد یه معامله خوبی بش براش بشه امکان داره ولی طور اینجوری نیست تو حتما باید با سعی کردن به دست هم فقط که انسان سعیش خودشو کرد اشیون اونو بهش میفهمونه چون تو رو به عنوان یک کادو به آدم داده میشه اگه اشیون ببینه اون زحمت خودش میکشه و داره واقعا میخواد فهم داشته باشه و اون رو میخواد انجام بده اشیون کمکش میکنه به اون نقطه که باید برسه برسه پس فعلا دو نکته است اینه که تکرار اون موضوعی که باید انجام بده هر روز دو تا کوچیک و این تیکه کوچیکه باید چی باشه با سعی کوشش باشه فقط نه که به آسونه یعنی دو تا هم دو تا چیز مختلف. تکرار و سعی کردن آخرین قدرتی که داره که اینو فهم داشته باشه پس فعلا دو تا نکته رو باید انجام حال آن نکته که بسیار جالبه تو اینجا این است که انسان به جایی که میخواست برسه اگه واقعا همه جوری گیرش می مثلا بخواد یه پولی دست بیاره یه خونه به دست بیاره یه خونه ماشینی میخواد بخره اگه واقعا بدون هیچ زحمتی و بدون هیچ دنبال رفتنش خونه می گیرش میاد از خودش بود بعد یه خونه جدید گیرش اومد یه ماشین جدید گیرش اومد بدون میخواد زحمت بکشه بدون اینکه بخواد تکرار چیزی کنه بخواد بخواد سعی کنه تو چیزای مادی این دوتا اگه چیزی که چیزی که میخواست به دست بیاره به راحتی به دست بیاره خیلی هم خوب بار قشم از این بهتر نمیشه بدون اینکه بخواد در سر بکشه ولی تو تورا یه نکته بسیار جالب وجود داره کاشم گفته یه پاسخ بسیار زیبایی است که لفی این جمله معروفی از در تورا و گمارا اینا لفوم, لف، لفوم سر و اگرا طبق اون سعی که میکششی عشم بد موز میده این تکیه سمومی هست که باید انسان بدونه که عشم نمیگه چه به چه جای که رسیدی به خاطر که به جایی که رسیدی به من موز میده عشم نه به خاطر که زحمتی که کشیدی من بد موز میدم یعنی اگه انسان زحمتی کشید با می وجود به اون جایی که میخواست برسه نرسه تو تورا چیز میخواد بفهمه هنوز مز کاملش رو میگیره اون سعی کردن معیار اصلی است که چقدر طرف حاضر سعی کنه و زحمت بکشه برای چیزی که میخواد به دست بیاره یعنی به این صورت که اون سعی کوششی که میکنه برای به دست آوردن اون تورا اون یک راهی نیست که فقط یک راهی حساب نمیشه که به اون برسه بلکه خود این سختی کشیدن ها هدف و چیز اصلی موضوع است که انسان بهش برسه و این مثال سومه سب که ما آوردیم لاولوی که اون سبدهای یک طرف باید حملش کنه و را هر سبدی بهش موز میدن و این طرف نمیاد بگه که چی؟ من چه فایده داره اینو هم از دارم زحمت میشه منش ریخته میشه از اینجا بیرون نه بلکه هر زحمتی که میکشه همش اینو استاب میشه و بهش موز میدن این اش که ما در تفیلای است که میخونیم نوشته من میدونه که در اول گمارا یک گیراسو نیست ما میخونیم تو اون گیراسو نوشته شده من زحمت میکشم و کسای دیگه هم زحمت میکشن من کسای دیگه زحمت میکشن و بعضی وقتا که صدق زحمت میکشن و هنوز مزدشون گیرشون نمیاد ولی من زحمت میکشم و با همه وجود همیشه چیز گیرم میاد بخاطر که هاشم نسبت به اون زحمتی که انسان میکشه بهش مزد میده چون بعضی وقتا انسانها اصلا زحمت میکشن و مزد گیرشون نمیاد بخاطر که کار انجام نشده در صورتی که هاشم جور نیست میگه تو نفهمیدی موضوع درفور بعضی وقتا دادم توی شیوا بعضی وقتا یک زحمت های میکشه جایی جای نمیرسن. چون تو شیدو خام اینجوریه بعضی زحمت میکشن بخاطر نفر رو به هم دیگه برسونن که بخوان صدقه بدن نشده کارم شنوز بهشون مزد میده به خاطر که میبینه که طرف چقدر زمان میکشه نکته مهمی دیگه که خیلی خیلی نکته قویی هست این است که انسان علاقه و اون عشق و خواستنی که داشته باشه چقدر مهم همجه که میدونیم در موقعی که میخواستن به تمیق داشت مشکان رو درست کنن میدونیم که این پاسخ نمیشته و یا با کلیش اشی نساولی بود تمام کسی که قبلشون رو باز کردن که میخوان بیان خواسته واقعا دل خ... میخواستن این کار رو انجام بدن با وجودی که این کارا رو بلد نبودن کارای به تمیقش بلد نبودن کسی نبوده که بخواد بلد باشه چجوری درست کنه این تخت کاری کنه اینو که همشون رو کارگر بودن تو میسرایم ولی اومدن گفتن ما با واقعا از تای جون میخوایم بیان این کارا انجام بدیم همون علاقه و خواستنی که داشتن اشیم کمکشون کرد که بتونن این ملاخا رو این چیزا رو یاد بگیرن و بهشون فهم داد که چجوری این میشکان رو درست کنن پس ببینیم انسانی که از مهمی که میخواد نشون اشیم بده اینه که الا اشیم من علاقه دارم اون نسبت تو انجام بدن همین علاقه که نشون بدن خودش باعث میشه که اشیم راه و روش و اون مغزی فهمش و باز کنه به اون چیزایی که میخواد برسه و اشیم جلوش دروازه های مختلف رو باز میکنه راه های مختلف رو براش باز میکنه بعضی وقت آدم من خودم چند ها بار دیدم که موقع که انسان یه چیز بخونه میبینه یک کتاب مخصوص یه سفر مخصوص پیدا میکنه که برایش سفر توضیح میده بیشتر چجوری توضیح بیشتر میده که چجوری بفهمه پس همین که انسان خواستش نشون داد اشیم میاد چیکار میکنه وسیله رو برایش پیدا میکنه و به همین است که اومدن خزال توضیح دادن تانه دوید دا او خیاب که آدم موظفه بگی من که اعمالم به اعمال پدرانم میرسه به همین خاطر که انسان باید خواستای خیلی بالایی داشته باشه از راز معنویت خودش بخواد خودش دنگی من کی هم چی به میگه کمی هم بسته کچی هم بخورم بسته جوری بعد بگی نه تا آخرین لیولی که تا آخر حدی که بتونه بدن و بکشه من بیام خودمو به هشم نزدیک کنم و خواسته و نسبت به رأی هشم بیشتر و بیشتر کنم نه که با هر چیز کوچیکی قانع بشه میگه اینم بسه البته و با خوشحال باشه انسان کوچیکار کوچیکی هم میکنه ولی اگه اون در جاشو بالا بگیره مثل به سله الگو باشم کمک هم بکن که بکنم که بتونم کارای چیز کنم البته بعد چیز باشه که بتونه از پس بر بیاد ولی خواستهش میتونه ازشم بخواد هشم تو این بتونه کمکش کنه که به اون خواستهش برسه پس این چیزایی است که انسان رو به اون نکته ها میرسونه اولین این است که خواستای خیلی بالا داشته باشه از لحاظ روحانیت دومش این است که که هر روز دو تا علاقه ها دو چیز کوچیک کم 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 اینا رو بگیره جلو نمیتونه یک بارگی نه ترس داشته باشه که اینا خیلی بزرگی من نمیتونم فقط نگه دو تا علاقه کوچیک کنه بگین وظیفه من امروز اینه که این دو تا رو کنم دوباره فردا دوباره فردا تا به کاملیتش برسه تیکه بعدش این است که باید سعی کنه نه تنبر بازی در بیاره مثل همون موند که اون سبده که نون آویزون بود سبد که بعد اون خودشو بکشه استرچ بکنه خودش خودش رو بکشه بیاره بالا و تعملی در نه... تنبال بازی در نیاره پس این ستای هست که انسان میتونه موفق کنه نگاهی خیلی بلند نکنه که بگه من چونی رو تموم کنم سعیشو بکنه و معیوس نشه بگه که من فراموش میکنم تو رو بخونم بعد این مدتی فیاد میره چه فایده داره نه بعد بدون کشم نسبت به اون سعیش بهش سعی کردنش بهش آوانس میده و پوان میده و بهش زخود میده پس به نوبر کمک میکنه از بخوایم سال خیلی خوبی باشه برای همه کسی مخصوصا برای خودمون و بدونیم که اونجا هست که تفلا ما رو گوش میگیره و ما رو نجات میده تنکیو شانه تو با